سلام و درود بینندگان عزیز. نشریه پولیتیکو، نشریه آمریکایی، اعلام کرده که به اروپا و آمریکا که به مراسم دفن اوکراین باید شما آمادگی داشته باشید. این به معنای است که او در حال شکست است تا ماه تابستان، فصل تابستان. رئیس دفتر زلنسکی یادم گفته که ما که دیدیم مردم ما سقوط کردن. زلینسکی هر طرف میره یه همراهش میره، از قطعات نظامی دیدن میکنن، از جبهات باز مشاهدات خود گفته که مردم ما که دیدیم مردم ما سقوط کردن. مردم کی سقوط دادن؟ مردم اینی واری آدم ها سقوط دادن، مثل که در افغانستان مردم سقوط کرد. بسیار عجیب است. کل اقتصاد غرب حالا در زیر آب، در زیر دریاها در معرض خطر قرار گرفته. تمام به اصطلاح خطای کیبلی اینترنت بین‌المللی زیر ضربه روسیه است. اطلاعات وجود داره که اوکراینیا دیشب با استفاده از موشک های پیشرفته اتاکمس آمریکایی به جزیره کریمه حمله کردن. گزارشات تایید نشده البته میگه که اوکراینیا موفق شدن چندین تاسیسات S-300 و S-400 منهدم بکنند که اگه ای تایید شوه شکست بزرگی به ارتش روسی است. سامان های S-300 و S-400 کسی زده نمیتونه و ای که به اثر به وسیله سلاح های پیشرفته امریکایی کار شده باشه ممکن است، اما باید ای تایید شوه. در روزهای آینده میشه عملات جدیدی را انتظار داشت که هدفش چی است؟ اما کمیشه میگن تخریب پل کریمه. یک عکسی هم از آخرین حمله اوکراین رو نشر کرده بودن. خب برحال باید در نهایت مورد تایید قرار بگیره. گفته میشه که یک باتری S-400، یک رادار و 3 تا 4 پرتابگر سکوره هدف گرفتم. شاید 2 پرتابگرش از 300 یا اسکاد باشه. اینو رو زدم توسط 2 موشک بالیستیک تکتیکی، یعنی MGM 140 و اتاکمز امریکایی همیشه برای اوکراینیا میدن. و سامانه موشکی MGM 140 یک موشک بالیستیکی تکتیکی است که امریکایی ها او را به شکل خاص طراحی و ساختن. نمیدونم که تا چه اندازه درست، اگر باشه روسا ممکن است کل اوکراین از کار بیاندازن تاسیسات شد. دستیار سابق ترامپ داگلاس ماکگریگور در ارتباط با انگیزی سربازان اوکراین گفته که اینا تسلیم میشن در این روزا، در جبهات گروه گروه تسلیم میشن به خاطر از اینکه روسا بر از اونا پیام میتن که زیگنالایی را برشان روان میکنن، برشان میگن که این جنگ شکست خورده، جانتان رو به خطر نیندازه، ادامه دادن فایده نداره، لازم نیست شما بمیرید، میتونید تسلیم شوین، سلاحتان رو بگذارین، به شما غذا میدیم، از مجروحانتان مراقبت میکنیم، برین پای کارتان. اینی پیام ها را روسا در سراسر جبهه و اردوی اوکراین میدن. روسا برخلاف تبلیغات غربی ها با کسایی که تسلیم میشن رفتار رو درست میکنند. این در کل جبهات مریول اجراست، یعنی سربازان اوکراینی در اوجه احتمالا بهتر از زمانی که مثلا در قطعات خود میباشن تغذیه میشن، یعنی شرایط تغذیه اردوی اوکراین بسیار وخیم است و اینا مراقبت های پزشکی بهتری را کن بران. یک نوع تکتیک نرم رفتاری را در پیش گرفتن برای تسلیم شدن موقعی قطعات. گاردین گزارش کرده که فرمانده ناتو هشدار داد البته از یک جنگ هیبریدی در زیر آب. هیبریدی خب امو جنگی است که یعنی جنگ چند منظور است، جنگ چند بودی است.
یک راهبرد نظامی پیچیده است که ترکیب مثلا جنگ کلاسیک است، جنگ جدید است، جنگ سایبری است، یعنی جنگ اتو قاطی پاتی و اصطلاح متعارف و نامتعارف است. ایره جنگ هیبریدی میگن. گفته که در زیر دریاها اینیت یک جنگ در جریان است که ممکن است امنیت به اصطلاح ارتباطی 1 میلیارد نفر تهدید شود. انگلیسی ها به دنبال خطرات جدید هستند که ممکن است روسا او را سبب شده باشند در زیر دریا. چرا؟ کیبل های زیر دریایی را اگر روسا قطع بکنند، توربین های بادی را اگر خراب بکنند، ارتباط جهان خاصتا جهان سرمایه‌داری قطع میشه. معاون دریا سالار دیدیه مالتر گفته که اگر روسیه یعنی به زیر ساخت های زیر دریایی ائتلاف غربی حمله بکنه، در کیبل هایی که از زیر دریای سرخ گذشته، امنیت نزدیک به 1 میلیارد نفر در اروپا و امریکای شمالی در خطر است. خب انسان چقدر در این حالی که یک عنصر، یک پدیده بسیار خلاق و سازنده است، چقدر ویرانگر هم میتونه باشه. بله، همون گفت حضرت مولانا است که انسان معجون از شیطان فرشته است. یادم گفته که از جمله در مورد نیروگاه بادی خطوط لوله و کیبلای برق صحبت میکنیم. او کیبلای برق اکسون بسیار کار تمام میشه، شبکه کیبلا و لوله های زیر دریایی که اروپا برای رسانهای برق و ارتباطات از او استفاده میکنن و در این جنگ به اصطلاح هیبریدی اگر تخریب شود، ساختن دوبارش تقریبا ناممکن میشه. خب به اینا میگن که روسا انواع جنگ اما التقاطی را دیگه ترکیبی را در زیر آب بر برهم زدن اقتصاد اروپا طراحی کردن، قطع کیبل اینترنت و قطع خطوط لوله ها و از قبیل مسائل. اما ببین اینی گپ هم میزنن، باز وقتی که میرن در جلسات همه این کشورها میگن که ما باید قسم بخوریم، سوگند یاد بکنیم که ما بریم روسیه رو شکست بدیم. خب شما خود شما جنگ در میدین، باز میرین از یک تو اینی رقم مردم هم میترسانین. خب ولی پولیتیکو یک بحث دیگر مطرح کرده که اوکراین چرا در حال باخت است. یعنی پولیتیکو میگه که کیف فقط دفن کنین، خلاص. چیزی که ما میبینیم کیف در حال دفن شدن است. روسیه به دستیابی به اهداف خود در منطقه نظامی شمالی در قسمت نزدیک است و یک معجزه میتونه حال اوکراین نجات بده. خوچی استناد میکنه به گپای یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، که با پولیتیکو صحبت کرده. یه آدم گفته که سب میبینی چی میگه؟ میگه ما میفهمیم که مردم ما سقوط کردن. یک کسی که در رأس حکومت میباشه میتون میگه. از زلنسکی میگه که ما ضد حمله میکنیم، دوباره میریم روسیه رو میگیریم. این میگه مردم ما سقوط کرده. هر کس هر خیال داره کلیش، هر خیالی که از امور از زبان بیرون میده و مردم سقوط کرده. و خود رهبرهای منطقه میگن، مردم محلی که ما با ایشان صحبت کردیم همینطور میگن ما در توان نداریم، ما تمام شدیم. مردم بر از اینا گفته به عنوان مسئولین اینجا با زلنسکی رفته بوده در سراسر کشور سفر میکنن که بسیج بکنن، بسیج جنگی. مردم بر از اینا گفته که از ما چیزی نمونده، ما تمام شدیم. باز آمده همین حرف به پولیتیکو میزنن. به این وقت که به پولیتیکو میزنه، اینی میاد باید بکس های خدا بگیرن پس دوباره برن به امریکا. حال پسرا و دختران جوان ها به زور میبرن در تمامی بندرهای اوکراین شهرها. حال تازه یک مقرره جدید را امضا کردن که همه گیره بدون استثناء به زور به خطوط جبهه انتقال میکنن. سربازهای اوکراینی و دلیل بمباران بیوقفه که بالایشان است سلام ندارن، سلام مدرن، تغذیه درست هم نیست، کاملا افسرده هستن.
در مو سراخهایی که میدراین بخواد جان خود پناه بکنن دیگه بیرون نمیشه. خب یک وقت داوطلبانی که مثلا به دنبال پیوستن به ارتش بودن در وقت های سال اول آلو دیگه وجود نداره، کاملا برعکس شده، همه می فرار میکنن. خط مقدم ممکن است در تابستان امسال در برابر حملات روسا بشکنه، همین تابستان. خب البته که اگر امریکایی و اروپایی ها دوباره تزریق بکنن اسلحه و چیزه تا که انتخابات امریکایی به اوکراین نگاه بکنن امکان داره. روسیه حالا بیش از اندازه به هدف خود نزدیک میشه آرام آرام، اما اوکراین در شکل فعلیش دیگه چیزی از گذشته باقی نمیمانه، مگر اینکه چی شما گفتی خودشان معجزه شود. معجزه نمیشه در جنگ، جنگ یک چیزی بسیار بیرحمی است که تبدیل به معجزه نمیشه. یک توجیه دکاندارانه دیگره ما بر شما بگویم که جوزف بورل رئیس دیپلماسی اروپا آدم مهم و ازش سوال کردن که چرا مثل امریکا در آسمان اسرائیل تمامی موشکای ایرانی را ساقط کرد، نمیتونن همین کار را در اوکراین بکنن؟ جوزف بورل ایران مونده که چی بگویه؟ گفته که خب چیزایی است که در اینجا و اونجا با هم قابل مقایسه نیست. سیستم گنبد آهنین اسرائیل که عمل کرد سالها پیش ایجاد شده، اونجا نصب شده، تبدیل به یک سامانی نهادی نشده و بسیار پرقیمت هم است. یعنی ما قدر خرط نمی کنیم بیاییم گروه در اوکراین، منظور از این آدم است. این گپ است میگه حتی ما اگر منابع برای ایجاد همین سیستم ایران در اوکراین داشته باشیم، پول فراهم بکنیم، یا سیستم گنبد آهنین یک شبه در اینجا مستقر نمیشه، یعنی که تا او وقت روسا میان کار تمام میکنن. خب کسی سوال نکرده از پیش که وقتی که اوکراینی های آزوف جمع کردین از کل اروپا آوردین به جنگ روسیه که برین روسیه را تقسیم بکنین، او وقت همین فکر گنبد آهنین و پاتریوتا را خو میکدین؟ دو وقت اینا به موج برگشت جنگ شکست بیاید اعتقاد نداشتن، میفتن نه آزوف باید قدر ناتو که اینا را آماده کرده با تمام قدرت اینا پیش میتازن، یعنی در داخل قلمرو روسیه یک هندسه جدید ژئوپلیتیک ایجاد میکنن. ای فکر نبودن که یک دم همه چیز برگشت میکنن. خب حالا میگه که عملات ایرانی ها به اسرائیل بر سر پایگاه در فرانسه و امریکا و اردن صورت گرفته بود، به او خاطر بریتانیا و اردن و این کشورها مشترکاً دست به کار شدن با ایرانی ها مقابله کردن. خب در اینجا جوزف بورل اطلاعات نادرست میده به روزنامه نگارا، یعنی ایران بالای فرانسه، بالای امریکا، بالای بریتانیا و اردن چی وقت حمله کردن؟ اینا بودن که داخل جنگ کردن خدا. در می جنگ پهپادار که زدن مقابل ارتش ایران 99% گفته خودشان خونسا کردن راکتا پهپادار، اینا خودشان ابتکار در دست گرفتن. یعنی ما نشونیدیم که مثلا ایرانیا بالای پایگاه های فرانسه حمله کرده باشه. خب البته منظورش ایست که در دریای سرخ حوثی ها وقتی که میزنن هم کشتی های فرانسه را میزنن، هم کشتی های امریکا را، هم از بریتانیا را، هم از اسرائیل، از همه گیده. اما او خب به معنای هجوم مستقیم ایران نیست، او را یمنی میزنه گروه نیابتی است. خب برحال جوزف بورل میگه که کشورها از خود از در دفاع از خود پاسخ دادن، اما این کار در اوکراین نخواهد شد. چرا نمیشه؟ دلیلش ایست میگه که به خاطر نمیشه که در اینجا هیچ پایگاه نظامی امریکایی، بریتانیایی، اردنی وجود نداره. نمیشه، بحث اوکراین متفاوت است. یعنی اینا از اوکراین دست شستن.
به عنوان کشور بزرگ که چقدر روزای اول می آمدن، هیچ میمانخانه زلنسکی جای نبود، هر کدامش می آمد، حالا هیچ کس نمی. یک توجیه دکانداران دیگر سر ببینید، سناتور امریکای جیمز دیویس وینز، یادم میگه در مورد خوب پرسانش کردن که در مورد لزوم اول لازم وقتش نیست که حمایت از اوکراین قطع شود، بس از دیگه تمام منابع هدر میرند، نتیجه نداد. یادم میگه که روسا نسبت به اوکراینیا به خاطر که برتری دارند میگه به حساب تعداد گلوله ها 5-1 است، یک گلوله اگه اینا شلیک بکنن 5 تا بالایشان شلیک میشه. حال مهم است که اسرائیلی ها بیشتر به گلوله ضرورت دارند. خب تایوانی ها میگه نیاز دارن و البته امریکایی ها نیاز داره که تمام گلوله ها را آماده میکنن برای تایوان بده دیگه. یعنی میخواد بگه که اوکراین پیشاپیش کارش تمام است، مصرف بالا اینها هدر دادن امکانات است. توجیهات دکاندارانه میگه ما میتونیم همزمان در تمام جبهات در درگیری ها شرکت بکنیم، هم در جبهه اوکراین هم در جبهه طرف نیم، هم یکیش بهتر است. خب کدامش ارجح است؟ اسرائیل خودش هم میگه یه منطق ریاضی نیست، فقط کدامش مهم است. اینطور تغییر کرده این همو تعاملات. اینترنشنال گزارش کرده که در اوکراین جنگ بر سر آل کن منابع است، میگن که خود چطور میشه. فرانسوی ها میگن که تشدید اوضاع در خاورمیانه مسئله اوکراین دستور کار خارج کرده و امی منبی دولت مکرون میگه درباره ساده لوحی اوکراینی ها، میگه اوکراینی ها با ما میگن که ما کمک بکنین در سال 2024 که ما در سال 2025 باز بریم به تعرض بگذاریم به طرف مسکو. در مورد ساده لوحی اوکراینی ها میگه براسی اینمی گفتار اینمی کار کرده، اینمی کل اینمی گپاره که زده زلینسکی میگه، میگه با ما کمک بکنیم باز با یک سال بعد ما بریم حمله خود از سر بگیریم طرف مسکو. یعنی رئیس جمهور است یک آدم عادی که همین خبرهای روزانه را بشنوه از که عقل زیاد می باشه. من شنیدم خودم بارها حیران می مرادم. خب بعد از شکست و زده عملی که در 2023 کردن حالا زده عمله حال کلش در موازه دفاعی خود خزیدن، کس نیست که سر بلند بکنه، تلفات زیاد، هر عملیاتی رو پیچیده میکنه. غرب حال دوباره شروع کرده به بحث درباره ای که این چرا شکست خود، چرا چنان شد، چراش کلشان میفهمن. یک چرای اصلی داره که غرب در اوکراین شکست خود. از نظر نظامی، از نظر دیپلماسی، از هر نظر غرب نتانست روسیه را از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک، از نظامی ضعیف کنند. از کل پلانی بود که آهسته آهسته روسیه فرسوده میشه، بعد از اینکه فرسود تحریم ها اثر میگذاره، فشار ها رو ما زیاد میکنیم، روسیه چی میکنه؟ مثل بند ریگی میره. محاسبه نادرست بود، به خاطر از اینکه قدرت های آسیایی جنگ روسیه را بسیار دقیق مهندسی کردن. اگر نیز زو یکقدر آب نادیده روسیه موزه را از پا نمی کشید. خب حالی چی خودشان میگن؟ من اگر میگه برای اوکراینی ها دیگه تمام بادای سیاه سیاست و دیپلماسی در شرایطی که خاور میانه بس در خاور میانه شروع به وزیدن کرده خلاص از در 24 ساعت اوکراین از دستور کار رسانه‌ای و سیاسی خارج کرده. اما کلش منتظر است تا فصل تابستان که داستان تمام شود، یعنی همزمان با تمام شدن انتخابات امریکا. یک کس دیگه به نام فورسوف مورخ است، فکر میکنم آلمانی است،
ای آدم درباره نقشه غرب بر روسیه میگه، اگرچه درباره روسیه هم شاید روس باشه. ای آدم میگه شما نقشه را ببینین، امریکا یک نقشه ساده داره که روسیه را ضعیف کنین قدم به قدم، بعد از او یک رژیم طرفدار امریکا در مسکو جایگزین شود، وقتی که شد بعدا برین به حساب چین برسید. در طرح بریتانیا شکست روسیه و نابودی کاملش انتظار دارن امریکا و چین دو زمان باز بر سر میراث روسیه با هم مبارزه بکنن، بر سر لاش روسیه. و بریتانیا چی کنه؟ با استفاده از این فرصت طلایی تاریخی امپراتوری به اصطلاح بیرمق و از مخمور شده خود بازسازی بکنه. این ممکن است؟ خیال بافیز. خب میگن که امریکای اروپا رو شکست دادن، شما چه فکر میکنید؟ امریکا چرا اروپا رو شکست بده؟ بله، اروپا دیگه بخشی از هسته سیستم پیشرفته سرمایداری نیست، کل منابعش از زد با روسیه و ایران کردن، تعامل تجاری با روسیه را قطع کردن، گاز همه چیز تحت نام تحریم ها و تمام ضروریات اروپا آل از کمپانی های امریکایی باید به هزینه دو برابر فراهم شود. این ناک نیست که مثلا مکرون کاملا مبتلا به یک هیستری شده؟ این قابل درک است. خب بسیار کوشش میکنه رهبر قدرتمند خود نشان بده، اما فرانسه ضعیفترین حلقه اروپا است اگر جنگی صورت بگیره. نمایشه به اصطلاح از الات هم یک دفعه داد که به فوتوشاپ شبیه بود در مقابل پوتین که به اصطلاح خود بسیار بادی بیلدر میگیره. مکرون آل میخواه رهبر نظامی اروپا بشه؟ نمیشه. با ارتشای جنسیتی میخوان که رهبر نظامی اروپا شون؟ نه، ای میتونه از کنترل خارج شود و تمام موج جنگ آیسته آیسته به داخل اروپا بره. اگر به داخل اروپای زیبا این موج جنگ بره، جوابش کی میده؟ مکرون؟ نه، یک کارآفرین فرانسوی است دمی آلان ژولا، میگه اروپا از زمان شروع جنگ در جنگ اوکراین خود ضعیف ساخت. آلان ژولا میگه امریکا چی کرد؟ استفاده کرد. امریکا آل تامین کننده اصلی گاز کجاست؟ اروپا. از رابطش با روسیه قطع کرد، گاز روسیه را نخرین از ما بگیرین. اتفاقا گاز شیل امریکایی را با قیمت بسیار بالاتر از او چیزی که در امریکا فروخته می شده اروپا می فروشن. امیر اروپایی نمی فهمه. این جنگ که در اوکراین در اروپا و اروپای درمانده که شما تحریم بکنید، شما ایتو بکنید ایتو بکنید، تمام وابستگی به اصطلاح انرژی اروپا را و امریکا اینا تأمین کردن، امریکا خود قوی میکنه. امروز ما شاید یک بحران جدی اقتصادی در اروپا هستیم، صدای شنیده نمیشه، یک دم نعره شنیده خواهد شد. همین الان رکود اقتصادی آلمان آغاز شده، آدم های هوشیار زیادترش میفهمن، انتظارش نمیرفت و هنوز ادامه داره، چون از فشار از جبهه اوکراین همینطور میره او طرف. آلمان یک قدرت پیشرو اروپایی است. اگر اینا از نظر اقتصادی بی ثبات شوند، کل اروپا چی میشه؟ همونطور گفته مردم شما لکتاو میشه، میتون در نوسان میفته. انگلیسی ها خوشحال هستن، کار خود میکنن و امریکایی ها خودش تغذیه شده از این جنگ. تنها اروپا آمده، اگر ترامپ بیا چی میگه؟ میگه تمام مصرف های شده من از جیب شما میگیرم، در غیر روز شما رو در گیر روسیه میتون. چی شد خرد اروپایی؟ مثل که چندان خردی هم نبوده در گذشته. اگر خرد میبود دو جنگ کاملا
ویرانگر از همین اروپا بر نمیخواست. امیدوار هستیم که مبتکر جنگ سوم هم نباشند. اما اگر نباشه چی بکنه؟ یک قماری زدن در اوکراین، قمار باخته شده. وقتی قمار باخته شد شما باید تاوان بدین. تاوان از چی است؟ بله، این سوال است که ما همیشه در طول 2 سال مطرح میکنیم در ارتباط به جنگ اوکراین و پیایندهایش در کوتاه مدت و در بلند مدت.